با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 27 ماه می. در روزهای چهارشنبه خدمت شما شاهنامه میخوانیم. امروز هم دنباله داستان رستم و اسفندیار که همونطور که عرض کردم بزرگترین شاهکارهای ادب ایران است، شاید هم بزرگترین شاهکار باشد. باری یک قطعه از اوستا برای شما میخوانم. این سخن مثلا فرض کنید بین 600 سال پیش از میلاد تا 1200 سال پیش از میلاد گفته شده است. بعضی کسان میگویند ممکن است 6000 سال پیش از میلاد. ببینید چه مایه خرد در اون هست و بعد دانایی. میفرماید هرگاه مرد توانا شخص تبهکار را به راه راست هدایت نکند، به دام فریب هواخواهان دروغ خواهد افتاد. هواخواهان دروغ، یک لغتی حتی در شاهنامه هست، یک ترکیبی به نام دروغازمای. دروغازمای، بله، مثل آخوندا. آخوند جماعت آدم دینی کلن شیفته و فریفته دروغه، بیزار از حقیقت، جرأت و جربزه رویارویی با حقایق امور جهان رو نداره. دروغ چرب و شیرین. آقا دروغ خیلی چیز بامزه است، چرب و شیرین بخوریم نوش جان ما. هواخواهان دروغ خواهد افتاد. کسی که برای خواهان دروغ آرزوی فیروزی کند و به دنها یاری بخشد از هواخواهان دروغ به شمار خواهد رفت. مثل این پاسدارای خودمون، برادران پاسدار خودمون، قاچاقچی عرض کنم، برادران چاقوکش دیگر خودمون، اینا ستونهای نیرومند دروغگویان هستن. خب بله. و کسی که دست که دروغ بخشید و کسی که درست کرداران را دوست داشته باشد، دوست داشته بدونها ارج نهد، در زمره پارسایان به حساب خواهد آمد. ای هستی بخش یکتا، این قانون ازلی را از روز هستی یافتن بشر مقرر فرمودی. خب از شبت که آقای یرواند آبراهامیان، یه محقق خیلی دانایی است، به امور ایران بسیار وارد است و کتاب دیگر ایشان ایران بیتوین تو ریولوشنز یا ایران بین دو انقلاب از کتاب‌های خیلی خیلی محکم در این زمینه این انقلاب کذا و کذاست. این کتاب کودتا آخرین اثر ایشان هست. آقای آبراهامیان در ایران هم بوده و کارهاش بی تعصب و محققانه است. تازه به دست من رسیده. دیشب من فقط شخصیت‌های مهم اون روزگار رو که در صفحات اول معرفی کرده توانستم بخوانم و بعد در باب این کتاب سخن خواهیم گفت. نوشته است که The Coup، یروان آبراهامیان، ایشون مدرس هستن، استاد دانشگاه هستن. خب از این که بگذریم، حالا بعد در باب این کتاب صحبت میکنیم. تازه در باب اون کودتای قضایی عرض کنم که تحریر شده است. در عالم اسلام بیچاره تر و بدبختر و نادانتر و در این حال مظلومتر از شیعه وجود ندارد. آقا شیعه منتظر است به او بدهند
منتظر نیست، در واقع در اندیشه این نیست که به دست بیاورد. این ذهنیت شیعه است. و گریه بر حسین، شیعه باید بنشیند منزل به تو سر خود بکوبد و گریه کند برای حسین. جنگ هم که میکند میرود که شهید بشود، برود شهید بشود. و کسی با شهید شدن که جنگ رو نبرده که، بایستی بروی اون طرف مقابل رو شهید کنی تو جنگ رو ببری، نه که شهید شوی. یه جنگی افتاد بین ایران، ایرانی که در واقع یک زمانی میتونست این عراق رو ظرف نمیدونم یه روز هر سبت که شکست بدهد، موج بعد از موج این بچه های ایران رو فرستادن روی مینها و جلوی مسلسل های عراقی ها و عرض کنم که کشتار عظیم برای اینکه میرفتن شهید بشوند. و من یه مطلبی شنیدم یک بار اینجا عرض کردم خدمتون که واقعا تن آدم میلرزه، گفت بچه 11 ساله‌ای از این چیزا قرمز بسته بودم به سرش و اینها، میخواستم بفرستنش رومین و اون آقای حقباز آخوندی که اونجا ایستاده بود این بچه ها رو با دروغ و فریب و امام زمان قلابی و اینها میفرستاد روی مین، گفت امیدوارم شهید بشی. بچه کوچک زبون بسته میگفت انشالله انشالله. شیعه باید تو سری بخورد و شهید بشود. شما هیچ موقع جنرال شیعه سراغ نداریم در تاریخ، جهانگیر شیعه یا کسی در این زمینه ها ما سراغ نداریم و نمیشناسیم. از سبت که این شاه اسماعیل هم که آمد و اینها مش قبایل ترک بودن که اساسا اینا مردمان شجاعی هستن و بودن و آمدن و زیر این داستان یک مشت خانهای محلی و یعنی گلوک و توایفی و اینا تو این جنگهای معمولی بود که اینها پیروز می شدن به محضی که با یه لشکر عرض شود که سلطانی درست حسابی سنی روبرو شدن، اونچنان شکست خوردن و تار و مار شدن که کمر علم نکردن. به جهت اینکه ایدئال های شیعه همشون شهید شدن، آقا هیچ کدوم پیروزی نداشتن. امام اول شیعیان چی شد؟ او رو کشتن. کی او رو کشت؟ آقا رفیقش ابن ملجم مرادی زد کشه. خب امام دوم شیعیان چی شد؟ او رو هم کشتن، زهر دادن. کی این کار کرد؟ پسر عموش معاویه. امام سوم چی شد وضعیتش؟ او رو هم کشتن، شهید کردن با بچه هاش. کی کرد؟ آقا پسر عموش. زید ابن علی ابن حسین چی شد؟ او رو هم کشتن. چی شد؟ اون کی کشتن؟ اونم باز همون قوم خشا خودشون رو کشتن. یعنی در این تفکر نیامده است برای پیشرفت اقدامی کردن و در واقع ذره المثقالی جا برای تعقل در این بزرگترین سیستم جهان خلقت یعنی مغز آدمیزاد جایی باز کردن درش نیست، مطلقا در اینجا نیست، هیچ خبری نیست. امید دارد که یک روزی یک کسی از غیب بیاد نجاتش بده. نجاتش به نجات چی هست؟ معنی نجات چی هست؟ آقا چی نون گیری بیار بخوریم از کنم که چهار روز زندگی کنیم، بیشتر از این نیست دیگه داستان دیگه. نه، خودش در خودش این رو نمیبینه. فقط بنشینه با رفقا گریه کنه برای حسین. به حال خود بدبخت چرا گریه نمی کنی؟ یک لشکر شیعه از دست 4 تا سنی فرار میکنه. چرا؟ چون سنی تکلیفش معلومه. میگوید الله اکبر و سلام. دیگه در فکر اصغر کوچیک و اصغر بزرگ و حسین و حسن و اون امام باقر و صادق و اینا همه تو کلش نیست. الله اکبر اشهدن لا اله الا، تموم شد، همونجا تموم میشه، تکلیفم معلومه، برو جلو بزن کافر رو بکش، اموالش و زنش رو بگیر، غارت کنه بیار.
یه پنجمش هم مال الله، چون الله نمیخواد بدیم به رسول، حالا رسول هم که مرده بدیم به چیز. حالا البته در سنی ها از سبت که غنیمت رو فقط در اموال یافته شده و جنگ چیز میکنن، حالا این آخوندهای شیعه، این شیعه بیچاره مظلوم رو گیر آوردن، میگن برو کار کن، برو کار بکن، یه پنجمش بده ما بخوری. سنی تکلیفش معلومه. تازه یه گروه اینها محمد رو هم قبول ندارن، میگن آقا پستچی بوده. خب دیگه آدم که پستچی رو نمیاره بی خاک بیفته و نمیدونم بیاد بالا بشونه که پستچی نامه رو آورد، میگه آقا خیلی متشکرم، ردش میکنی میره. اللهه که مهمه. از نظر بسیاری از سنی ها مثل همین وهابی ها و اینها، از روز اول این شیعیان بیچاره مردمان مظلوم و بدبخت بودن، از بین بردگان بودن، موالی تو این کوچه های بصره و کوفه و اینا شلاق می‌خوردن و نوکری سنی ها رو می‌کردن تا به امروز، طوری که این آمریکایی‌ها متحیر شدن که این لشکر دولتی این داعشی ها جمعاً 20,000 نفرن. جمعاً روی هم 20,000 نفر مرتب دارن شیعیان کشور، دو کشور شیعه رو متصرف شدن، 20,000 تا آدم از طریق قاچاق فروشی و فروختن عتیقه ها و اینها عرض کنم دارن زندگی میکنن و به فرمان رسول الله دارن بزرگترین شاهکارهای تاریخ انسان رو، یادگارهای تلاش انسان برای پیشرفت و ترقی و تمدن رو، تمدن سومر و بابل و اینها که زیر خاک در آوردن، اینم خارجی ها در آوردن رو تی ان تی میبندن و منفجر میکنن برابر سنت رسول، امر ایشان و امر قرآن، هر شبت که وش و شیعیان رو شکست میدن. آمریکایی‌ها گفتن آقا اینا جگر جنگ ندارن، این شیعیان ما بی خود وقت خودمون رو داریم تلف میکنیم. یه تصویری دیدم حالا دیروز، اون یارو وزیر جنگ عراق اون یه سرهنگی گفته آقا آمریکایی اشتباه میکنن، حالا ببینید ما چه بکنیم. و یه عکس انداختن، یکی از این سربازای شیعه است، اینا این تفنگشو به دست گرفته، کلاش داره از سرش میفته، شکم داده جلو، سینه رو داده عقب، اگر دست بذاره رو ماشه حتما پاش میره به هوا. اینم سربازای جنگی عراق. ولی خب مردم مظلومی هستن بیچاره. در عربستان تو چند سال پیش شناسنامه نمیدادن، امروز هم فکر نمی کنم شهادت شیعه در دادگاه مورد قبول قاضی واقع بشه. یعنی اگه شیعه دید که حسن زد حسین رو کشت، آمد در دادگاه شهادت داد، گفتن آقا بیرونش کنین، آدم دیوانه و مهجور، این شهادتش مورد قبول نیست، بنابراین شهادت دیوانه چون قبول نیست آقا رو بندازیم بیرون. حالا 10 نفر هم باشن فرق نمیکنه، 10 تا دیوانه هست از نظر دولت عربستان. بله، نشسته شیعه منتظر است که از غیب خبری بشه. حالا چگونه از غیب قرار خبری بشود بنده نمیدونم. و این همونطور که عرض کردم، این آرزوی یهودیای فقیر زمان مسیح و قبل از اون بود. پایین ترین قشر یهودیان منتظر مهدی بوده. مسیح هم از همین استفاده کرد و این داستان شیعه گری در اسلام هم همون رو معیار قرار داده. بی خود نیست. بعضی این محققان اهل تسنن میگوین شیعه گری از در واقع آیین یهود به آریت گرفته شده. خب دامان این رو هم رها کنیم، برسیم به بله اون جایی که بهمن
پسر اسفندیار میخواهد پیغام اول رو ببرد برای رستم و گفت شخصیت های برجسته رو از سپاه بگیر با موبدان دانا و برو و پیغام من رو به او بده. بهمن هم این کار رو کرده است. کتاب نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب، پژوهشی از بهرام مشیری، به انضمام 6 CD قرائت و شرح این داستان. جهت سفارش با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. با درود بر شما هموطنان گرامی، آنچه شنیدید آهنگی بود از بانو دلکش با صدای ایشان، آهنگ از مرحوم استاد تجویدی، شعر از جناب استاد معینی کرمانشاه. من هر موقع نام استاد به ذهنم میگذرد یا یک چیزی پخش میکنیم آهنگی از ایشان، استاد معینی رو عرض میکنم، به یاد اون روزگاری میفتم که این آقای عرض کنم که هی الف سایه رو که خیلی هم شاعر خوبی است آوردن و کردن همه کاره رادیو، همه موسیقیدانان درجه اول مملکت ما رو که اونجا کار میکردن و مورد محبت مردم بودن انداخت بیرون. این رو گفتم قبلا، اما بایستی گفته شود و این مرد بایستی مسئولیت را قبول بکند و توضیح بدهد، این آقای سایه، آقای هوشنگ ابتهاج. استاد معینی برای من حکایت کردند که در بیمارستان بودیم، گفت بعد از 22 سال کار در رادیو این آقا اومده بود، چون رژیم سابق از دو گروه میترسید، سر یک گروه خیلی ماشالله عرض کنم که شیر بود، وطن دوستان رو، وطن دوستا رو عرض کنم که ملیون رو تو سری می زدن و هیچ کار نمی دادن، اما آخوند و تودهی می ترسیدن. این آقا رو فقط به خاطری که تودهی بود رئیس رادیو کردن. آقا ایشون که نه سابقه موسیقی داشت، نه موسیقی می دونه، نه هنوزش هم موسیقی بلده، چه آقای سایه، مرد شاعری بارشن گذاشتن بیرون، ریخ بیرون. کی آورد؟ آقای مرحوم لطفی با لباس کمونیستی لنینی صبح تا شب نون و لطفی میخورد. حالا همون آهنگ هایی که ساخته شد در اون روزگار در حافظه ملی نقش بسته، یکیش مثل همین آهنگی بود. از بام تا شام میخوانند، نسل های جدید میخوانند. ما از مرحوم لطفی چیزی به یاد نداریم والا. به حضرت عباس بیدست قسم، این از این آقای سایه واسه آقای یقه ایشونو گرفت، ما که دست اون بهشون نمیرسه. یا آقا لاقل بیه عذرخواهی بکن، مرد حسابی. چه کسانی رو بیرون کرد از رادیو، جا باز میکرد برای توده‌ای ها. آقا این داستان موسیقی به توده‌ایگری چه ربطی داره مرد حسابی؟ بله، یه آهنگ ما از لطفی به یادگار نداریم آقا، تنی حافظه ملی یه آهنگ. خود ایشون بیاد توضیح بده، مجبور توضیح بده. خب یه کتابی هم نوشته به دست ما که نرسید، هرچی زنگ زدیم آقای خلیلی دیگران که آقا ما نداریم، قرار بیاد از ایران، گفتیم بخوانیم بشینیم اینجا یک
بحثی در باب کتاب مستطاب ایشان که خیلی هم مورد قبول واقع شده است، یعنی فروش خوبی داشته، در باب صحبتی بکن انشالله تعالی. ببینیم امام زمان شاید یاری کرد یه نسخش رو به دست ما رسونی کسی. خب رسیدن بهمن نزد زال. ببینم اینو خوندم. بله، داره رستم رو تحقیر میکنه پیش بهمن، چون خب همه رستم رو میشناختن، یه کسی نبود که پهلوان پهلوان رو نشناسه. این میخواد بگوید که ما به حق آمدیم او رو بگیریم ببریم. بله، میگوید چو گشتاست ننشست یک پایدار، به رزم و به بزم و به رای و شکار، بپذرفت پاکیزه دین بهی، نهان گشت بیدادی و بیرهی. چو خورشید شد راه کیهان خدیو، نهان شد بدآموزی و راه دیو. و از اون پس که ارجاسپ آمد به جنگ، سپه چون پلنگان و مهتر نهنگ، ندانست کس لشکرش را شمار، پذیره شدش نام ور شهریار. یکی گورسان کرد زان دشت کین، که جایی ندیدن پیدا زمین، همانا که تا رس خیز اون سخن، میان بزرگان نگردد کهن. کنون خاور او راست تا باختر، همی بشکند پشت شیران نرز توران، برو تا سر هند و روم، جهان شد مرو را چو یک مهره موم. ز دشت سواران نیزه گذار، به درگاه اویان چندی سوار. دشت سواران نیزه گذار یعنی همین عربستان سعودی خود ما. ز دشت سواران نیزه گذار، به درگاه اویان چندی سوار. یه چند نوکرم از بین ساکنان دشت سواران نیزه گذار آوردن اونجا. بله، فرستند زین شهرها باج و صاف، که با جنگ او نیستشان زور و تاب. میگوید به او باج میدهند به جهتی که در مقابل پادشاه خار خفیف شدن، چاری ندارن جز باج دادن. بله، از اون گفتم این با تو ای پهلوان، که او از تو آزرده دارد روان. نرفتی بدون نام ور پی بارگاه، نکردی بدون نام داران نگاه. گرانی گزیدستی اندر جهان، همی خیشتن داری اندر نهان. گرانی گزیدستی یعنی در واقع خودت رو خیلی بزرگ میبینی. فرامش تو را مهتران چون کنند، مگر مغز دل پاک بیرون کنند. همیشه همه نیکویی خواستی، به فرمان شاهان بیاراستی. اگر بر شمارد کسی رنج تو، بگیتی فزون آوید از گنج تو. حال تعریف هم داره میکنه، این مزدی که گرفتی بسیار کمتر از زحماتی بود که کشیدی. اگر بر شما آورد کسی رنج تو، بگیتی فزون آید از گنج تو. ز شاهان کسی بر چنین داستان، ز بنده نبودند هم داستان. مرا گفت رستم ز بس خواسته، همان کشور و گنج آراسته. به زابل نشسته است و گشته است مست، نیارد به هر کار من پیش دست. چو کار آیدش دوری از رزمگاه، نبیند مرا نیز در بزمگاه. برا شفت یک روز و سوگند خورد، به روز سپید و شب لاجورد. سوگند های ایرانیان یکی هم
سوگند به عناصر طبیعت هست. یکی سخت سوگند خوردم به ماه، بعد شد دیگه شش گوشه قبر امام حسین و اینا، بعد اومد دیگه. بله خب اینها دیگه داستان هست، مفصل هست، من میگذرم. بهمن این قصه ها و داستان ها و دستورات پدر رو گرفت و راه افتاد. سخن ها یا نامور پیشگاه چو بشنید بهمن، بیامد به راه، بپوشید زربفت شاهنشهی، به سر برنهاد آن کلاه مهی. خرامان بیامد ز پرده سرای، درفشی درفشان پس او به پای. جهانجوی بگذشت بر هیرمند، جوانی به بالای سرو بلند. همان در زمان دیدبانش یا دیدبانش بدید، سوی زابلستان فغان برکشید. زابلستان در همه متون قدیم زابلستان هست، بعد زابلستان شده. جدی میگوید بهمن از هیرمند که رد شد، دیدبان ها بودند اونجا، کشور رستم و خانواده او بود. فریاد برآورد که سپاهی آمد و یک در واقع فرمانده و همراهانش از هیرمند، مرحوم هیرمند، خدا رحمتش کند هیرمند را. بله گذشت. ما تا حالا ندیدیم کسی رودخانه تاریخی رو ببخشه، هیچ کس هم ندیدیم جلوی رودخانه تاریخی رو ببنده. این بلا فقط به روز ما میاد. چرا میاد؟ چون شیعه هستیم، نشستیم دیگه، نشستیم که حضرت مهدی ما رو نجات بده. آقا یه چماغدار اون چماغدار، از این چماغدار به اون چماغدار. که آمد نبرده، نبرده یعنی مرد جنگی، که آمد نبرده سواری دلیر، به هرای زرین سیاهی به زیر. هرای یعنی اسبی که میخروشد، در زیر پای او اسب سیاهی است که میخروشه. این اسب به هرای، پس پشت او خارمای سوار، تناسان گذشت از لب جویبار. خب یک مرد چنین یا چنین با این قامتی با این هیبت و هیئت وارد شد، خارمای سوار یعنی تعداد اندکی سوار هم با خودش آورد، تناسان گذشت از لب جویبار، یعنی به راحتی هیرمند رو در نبردید آمد این سو. تناسان، ایها الناس، جهان جای تناسانی نیست. سعدی فرمود مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. بعد میگه خیلی راحت تناسان آمد این سو. اینا رو کی داره گزارش میکنه؟ دیدبان. همان در زمان زال زر برنشست، کمندی به فتراک و گرزی به دست. بیامد همان گه که او را بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. چنین گفت که این نامور پهلوی است، سرفراز با جامه خسروی است. بله چه پهلوی در واقع به معنی ایرانی است، یعنی از باید شاهزادگان ایران باشد. زله راست بارد همانا نژاد، پی او بر این بوم فرخنده باد. زال درود فرستاد، در واقع تعریف کرد. زدیده بیامد به درگاه رفت، زمانی پراندیشه به درگاه، زدیده بیامد به درگاه رفت، نمیشه است، زمانی پراندیشه بر زین بخفت. همان در زمان بهمن آمد پدید، و زور رایت خسروی گسترید.
ندانست مرد جوان زال را، بیفراخت اون خسروی یال را. چون از دیگ ترگشت آواز داد، چنین گفت که ای مرد دهقان نژاد، سر انجمن پور دستان کجاست، که دارد زمان بدو پشت راست. گفت مرد بزرگی، مرد دهقان، به من بگو پور دستان یعنی رستم، دستان لقب زال هست، کجاست؟ زمانه از او پشت، زمانه از او راست هست. خیلی دیگه اغراق جذابی کرده است در حق رستم. بله، که آمد به زاول یل اسفندیار، سراپرده زد بر لب جویبار. بدو گفت زال ای پسر کام جوی، فرود آی و می خواه و آرام جوی. کنون رستم آید ز نخجیرگاه، زواره فرامرز و چندین سپاه. گفت جوان خیلی تون نرو، آرام باش، بیا بشین مهمان ما باش تا رستم از شکارگاه بر میگرده به همراه زواره، بله، و فرامرز و با سپاهیانی که به شکار رفته. زواره برادر رستم هست، فرامرز پسر رستم هست. یاد بر میگردن، عجله نکن. تو با این سواران بیا ارجمند، بیا رای دل را به بگماز چند. بگماز یعنی شراب، بیا و خودتو صفا بده و بگماز با شراب. چنین داد پاسخ که اسفندیار، نفرمود ما را می و می گسار. گفت که پدرم ولیعهد به ما چنین دستوری نداده، اجازه نداریم بشینیم با شما می گساری کنیم. گزین کن یکی مرد جوینده راه، که با من بیاید به نخجیرگاه. چون این داد پاسخ که نام تو چیست، همی بگذری تیز کام تو چیست. برانم که تو خیش لهراس بی، گر از تخمه شاه گشتاس بی. بدو گفت بهمن که من بهمنم، ز پشت جهاندار رو این تنم. جهاندار رو این تن اینجا کنایه اسفندیار هست، چون اسفندیار رو این تنه، رو این تن در افسانه‌های یونانی آشیل رو این تنه، جز پاشنه پاش هیچی به بدنه کار نمی کنه. اسفندیار رو این تن منهای دیدگانش، چشمانش هست که مسون نیست از زخم تیر یا شمشیر. بله، چو بشنید گفتار اون سرفراز، فرود آمد از اسب و بردش نماز. بخندید بهمن پیاده ببود، بپرسید و او گفت و بهمن شنود. بسی کرد خواهش که ایدر بیست، چنین تیز رفتن تو را روی نیست. بدو گفت پیغام اسفندیار، نشاید گرفتن چنین سست و خار. گزین کرد گردی که دانست را، فرستاد با او به نخجیرگاه. وقتی شناخت که زال است، این شاهزاده پیاده شد و احترام کرد، صحبت کرد و اینها. خب بسیار خوب، حالا که عجله داری من به همراه شما یک نفر که شکارگاه رو بلد هست میفرستم با شما، شما بروید رستم رو بیابید. همی رفت پیش اندرون رهنمون، جهان دیده‌ای نام او شیرخون. به انگشت بنمود نخجیرگاه، همان در زمان باز گشت او زرا. این کسی که زال فرستاده بود با انگشت گفت اونجا هستن رستم و فرامرز و سایر کسان او،
در شکارگاه و سپاه اونجا هستن و خودش به سرعت برگرد. حالا بهمن میاد و نگاه میکنه، ببینه رستم نشسته، میگه خب من همینجا بهتره بکشم، کار رو تمام بکنم و داستانش رو میخونم خدمتتون. سنگی از کوه رها میکنه و اینها. یکی کوه بود پیش مرد جوان، برانگیخت اون باره پهلوان. باره که معانی مختلف داره در کتاب، اینجا اشاره به اسب هست. بله. نگه کرد از اون پس به نخشیرگاه، پدید آمد اون پهلوان سپاه. یکی مرد همچون کوه بیستون، درختی گرفته به چنگ اندرون. یکی نرگوری زده بر درخت، نهاده بر خویش کوپال و رخت. مرد کوه پیکری رو دید، درخت مانند دید و گورخری رو زده، داره کباب درست میکنه در واقع. بله، کوپال و رخت، گرز و تشکیلات و مندبسات هم کنار دستشه، مشغول کباب کردنه، هم شکارگاه بود دیگه. بله. یکی جام پرمی به دست دگر، پرستنده بر پای و پیشش پسر. خدمتگزارش هم در خدمتش ایستاده، به خدمت پسرش هم پیشش نشسته. پرستنده بر پای و پیشش پسر. همی گشت رخشندران مرغزار، درخت و گیا بود و هم جویبار. چنین گفت بهمن که این رستم است، وگر آفتاب سپید دم است. از این بالاتر در حق کسی فردوسی نگفته است. وگر در شاهنامه یعنی ویا، در واقع ترجمهش به لغت امروزین میشود به دل گفت بهمن که این رستم است، و یا آفتاب سپید دم است. از زبان فردوسی وگر آفتاب سپید دم است. خب، هر شبت که وقت ما به اتمام رسید، هموطنان گرامی بزرگوار، بله، وارنینگی به ما دادن، سپاسگزارم که توجه فرمودید. هموطنانی که سفارش کتاب و نوار این چیزا دادن، یک هفته 8 روزی طول میکشد، به خصوص اروپا اندکی بیشتر. این است که اگه صبور باشید حتما خدمتتون خواهد رسید کتاب و داستان‌های دیگر. سپاسگزارم که توجه فرمودید. سپاسگزارم از امیر. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. کتاب نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب، پژوهشی از بهرام مشیری، به انضمام 6 CD قرائت و شرح این داستان. جهت سفارش با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.